بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو و موسی شریفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از دبی ما را همراهی میکنند. آقای شریفی، ابتدا یه نگاهی بکنیم به اینکه خب سفر منطقه‌ای جو بایدن به خصوص به اسرائیل، اگر بخوایم دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم، چقدر حائز اهمیته، به چه جهاتی حائز اهمیته و چه مواردی رو قرار هست که دربارش صحبت بکنن؟ بله، با سلام به شما و بینندگان محترم ایران انترنشنال. میدونید همطور که در یادداشت آقای جو بایدن اومده، این سفر خیلی خیلی مهمه، خصوصا در شرایطی که جهان با یک بحران انرژی روبرو هست. بحران انرژی به ایران بستگی داره. ایران برنامه اتمیش، برنامه بی‌ثبات کردن منطقه انرژی در خاورمیانه و ایران در این منطقه وجود داره. بنابراین از چندین جهت این سفر خیلی مهمه، خصوصا که حتی خود کاخ سفید در بیانیه که چند وقت پیش منتشر کرد گفت آمریکایی‌ها در بالاترین سطح از مقامات واشنگتن برای این سفر برنامه ریزی میکنن. بنابراین سفر خیلی مهمیه، از جهتی مسئله انرژی هست و از جهتی هم خب مسئله انرژی در خاورمیانه است و ایران یکی از عوامل به اصطلاح کارشکنی در روند تأمین انرژی از این آبراهایی که در منطقه هست. بنابراین از چندین جهت ها زحمته، از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی. آیه سبتی، خب هم عربستان سعودی و هم اسرائیل هر دو نقش بسیار پررنگ و تاثیرگذاری در منطقه دارن، سفر جو بایدن به این دو کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه روی پرونده هسته‌ای ایران؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز، مسلماً ما در این سفر می‌بینیم که مهره‌هایی که در یک طرف نقشه هستند با هم چیده میشن. آمریکا، عربستان و اسرائیل که مسلماً از مسئله هسته‌ای ایران که طرف دوم این مسابقه منطقه‌ای یا جهانی حتی هست، از این مسئله هسته‌ای و همینطور مسئله منطقه‌ای رنج میبرند. شبه نظامیانی که ایران به کار میگیره و همینطور اون چتر هسته‌ای که میخواد ایران اعطا کنه به این شبه نظامیان برای تسلط بیشتر و بیشتر در منطقه، اینها باعث نگرانی هر دو کشور هست. و همینطور که دوست عزیز گفتن، وقتی دشمن مشترک هست پس این دو طرف نزدیک میشن و با چتری که آمریکا الان اعطا میکنه و همونطور که خبرنگارتون گفت مقداری از خطاهای سعودی رو اونجور که فکر میکنن کنار میذارن و با اسرائیل هم در مواردی کنار میان، پس این میتونه خودش یک جبهه جدیدی باشه. جدید که نه، ولی بالاخره تجدید میشه از دوران ترامپ به الان و دوباره در مقابل ایران میسته. آقای شریفی، نقش عربستان سعودی چه خواهد بود بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری که میتونه روی آمریکا داشته باشه؟ آیا میتونیم بگیم که عربستان سعودی هم همون چیزی رو در توافق میخواد که آمریکا به دنبال اونه؟ بله، میدونید که عربستان سعودی کشور بسیار مهمی در منطقه است، هم از نظر اینکه بالاخره مقدسات مسلمان‌ها در این کشور، هم از اینکه خاستگاه تمام اعراب در ذهنیت هر عربی، بالاخره این کشور خاستگاه این مردمه و این ملت و این به اصطلاح فرهنگه. برای همین شما میبینید حتی روابطش با عراق که یه زمانی ایران بازیگر اصلی اونجا بوده، الان عراق گرایش به عربستان خیلی بیشتر از ایران در بطن جامعه عراق دیده میشه. عربستان سعودی بر مصر تأثیری زیادی داره که مصر یه زمانی نقش کلیدی را در جهان عرب بازی میکرد، الان مصر با سعودی در یک موضع قرار گرفتن. کشورهای امارات، بحرین، کویت، حتی قطر، اینا در این به اصطلاح مجلس شورای همکاری خلیج خب از عربستان سعودی تبعیت میکنن و در نهایت کشور بسیار کلیدی در منطقه و نفت هم نقش مهمی در روابط راهبردی با ایالات متحده و غرب خب بازی میکنه. این بالاخره این همه عوامل میتونن به عربستان موقعیت ویژه‌ای بده که بتونه بر آمریکا فشار بیاره و
الان هم روابط، خب روابطی که با اسرائیل به وجود اومده، این پیمان اسرائیل، خیلی از کشورهای عربی وارد این پیمان شدن، از شمال آفریقا تا کشورهای منطقه، بالاخره این کشورها هم همه با سعودی رابطه خوبی دارن. به نظر من بسیار بسیار نقش مهمی عربستان ایفا میکنه تو این مسئله. صحبت های یار لاپید هم خیلی قابل تعامله آقای سبتی، این که گفته که آزادی عمل اسرائیل علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی محفوظ، آیا این به معنای این هستش که با توافق یا بدون توافق به هر حال اسرائیل علیه در واقع پرونده هسته ایران و علیه تأسیسات هسته ایران اقدام میکنه؟ بله، اصلا قبل از اینکه به موضوع حرفای آقای لپید برسیم، مسئله مشترکی که هست بین اسرائیل و سعودی، یک مسئله مشترک دیگر این هست که این دو کشور از دست آقای بایدن، به زبان عامیانه بگیم، یکم ناراحت هستن از اینکه اصلا نفس مسئله مذاکره رو دوباره پیش کشید با ایران و دوباره مذاکرات رو آورد و ایران رو دوباره قابل مذاکره دونست و این مسئله‌ای که این دو کشور رو در منطقه بسیار بسیار نگران کرد. برای همین این جمله‌ای که آقای لاپید گفتن، آزادی عمل چیز جدیدی نیست. اسرائیل به هر حال آزادی عملش رو حفظ می‌کرد در هر دولتی، چه در اسرائیل چه در آمریکا و در هر وضعی. اصلا ما باید بدونیم با من اساسی مسائل امنیتی اسرائیل به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه به وسیله سازمان‌های امنیتی به وسیله ارتش اسرائیل برنامه‌ریزی میشن و تقدیم میشن برای ارزیابی و اجازه گرفتن به نخست وزیر. در واقع اون آخرین کسی که اجازه میده، نه اینکه از خودش برنامه جدیدی بریزه. حرفای آقای لپید میتونست توسط آقای نتانیاهو و آقای بنت، حتی اگر نخست وزیری از سالهای 60 هم اینا بردیم، همون حرفا رو میزد و شاید حتی سخت‌ترش هم میزد. پس این جای تعجب نیست. آقای شریفی، از نقاط مشترک عربستان سعودی و اسرائیل آقای سبتی گفتن دلخوریش از جو بایدن، یک نقطه مشترک دیگرش خب پرونده هستگی جمهوری اسلامی هست و اینکه اسرائیل تمایل بسیاری نشون داده به اینکه عادی سازی روابط خودش رو با عربستان سعودی هم انجام بده. با توجه به نقشی که عربستان سعودی در جهان اسلام داره، فکر می‌کنین اصلا این مسئله شدنیه؟ ببینید، بعضی پرونده ها در برای عربستان سعودی خب اولویت هایی دارن. مثلا مسئله امنیت منطقه، میدونید که ایران چندین بار به وسیله، حتی بعضیا میگن که ایران خودش مستقیم آرامکو رو هدف قرار داد، حالا بعضیا میگن حوثی ها، به هر حال در هر صورت ایران پشت اون بوده. خب الان برای سعودی اولین اهمیت و ضرورت سیاست خارجیش اینه که بتونه این به اصطلاح تهدید مستقیم ایران را متوقف کنه. حالا از یک جهتی وارد گفتمان دیپلماسی با ایران شده و از جهتی هم وضعیت دفاعی خودش را تقویت کرده. مسئله اسرائیل به نظر من الان در اولویت، مسئله صلح و عادی سازی با اسرائیل در اولویت برنامه‌های سعودی الان قرار نگرفته، چون سعودی یک سری خطوط قرمزی داره برای این مسئله و طرح صلح اعراب اسرائیل را قبلا ملک عبدالله داده و هنوز سعودی‌ها از طریق کانال‌های رسمی مثل وزارت خارجه و اینا هنوز بر اون به صلاح پیشنهاد قبلی پایبندیشون اعلام میکنن. بله. بنابراین ولی این به معنی اون نیست که این دو کشور نتونن در این پرونده هایی که الان یک ضرورته، یعنی رویارویی با ایران، به تفاهم برسن. اینا جداگون هست. سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان برنامه، بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران اسرائیل از تل‌آویو و موسی شریفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از دبی.